به نام خدا، با سلام خدمت همه دوستان عزیز و دانشجویان محترم. درس یکم رو با هم آغاز می کنیم. درسی به نام آمیب ها که یکی از تک یافته های بسیار بسیار مهم در پزشکی رو با هم صحبت خواهیم کرد، در رابطه با انتام و با هیستولیتیکا. اما مطالبی که در این بخش ما صحبت خواهیم کرد در رابطه با مرفولوژی و فیزیولوژی تک یافته است: طبقه بندی، چرخه زندگی و تکثیر، بیماریزایی، اپیدمیولوژی یا همون همگیرشناسی، تشخیص، درمان و نهایتاً در رابطه با پیشگیری از این بیماری صحبت خواهیم کرد. اما ابتدا در رابطه با مرفولوژی و فیزیولوژی تکیاخته با هم صحبت کنیم. تکیاخته‌ای به نام انتام و با هیستولیتیکا در چرخه زندگی خودش به چهار فرم دیده میشه. یکی تروفوزوئید، پریکیست، دومی و سومی کیست و چهارمی متاکیست هستش. چون که در طی تکامل خودش به چهار فرم مختلف دیده میشه، به همین دلیل اسم پولیمورف رو روش گذاشته، یعنی چند شکلی. فرم تروفوزوئیدش در واقع شکل فعال و بیماریزای این تکیاخته محسوب میشه، فرمی که بسیار فعال و تکثیر شونده است و میتونه باعث پاتوژنز یا بیماریزایی بشه. فرم تروفوزوئید از لحاظ شکلی به دو قسمت اکتوپلازم و آندوپلازم تقسیم میشه. همینطور که در شکل ملاحظه میکنید، این قسمت رو بهش میگن آندوپلازم و این قسمت رو بهش میگن اکتوپلازم. در قسمت آندوپلازم گرانول هایی که در اینجا قرار گرفته، گرانول هایی هستش که از لحاظ تعداد بیشتر از اکتوپلازم هستن. میزان گرانول ها و تراکمشون بیشتر هستش. اما این فرم تروفوزوئید یکی از خصوصیات بسیار مهمی که داره، اون ساختمان پای کاذبیه که ایجاد میشه. با سودوپودیوم همونطور که ملاحظه میکنید، این حالت پای کاذبیه که در اون ایجاد میشه و باکتری ها رو شکار میکنن و به این وسیله پای کاذب ایجاد میشه و اون باکتری رو به سمت داخل هدایت میکنه و میتونه ازش تغذیه کنه. و حرکت این پای کاذب میتونه یک جنبه تشخیصی داشته باشه، مثلا حرکت جهتدار داره. فرم حرکت پای کاذب در انتام با هیستولیتیکا فرم جهتدار هستش یا حالت پیشرونده است و به همین دلیل میتونه یکی از خصوصیات تشخیصی در انتام با هیستولیتیکا باشه. اما این پای کاذب میخوایم ببینیم چه جوری به وجود میاد. همونطور که میبینید این قسمت اکتوپلازم شفافتر نسبت به اندوپلازم میتونه پای کاذب از این ناحیه شروع بشه. این قسمت میبینیم به سمت خارج جریان پیدا میکنه و پای کاذب رو تشکیل میده. بعدش این بخش درونی یا همین اندوپلازم که خدمتون گفتم در داخل پای کاذب به آهستگی جریان پیدا میکنه و در نتیجه میبینیم که این پای کاذب ایجاد میشه، اون حرکت ها ایجاد میشه. اما پای کاذب همونطور که ملاحظه میکنید حالت انگشت مانند فینگر لایک و یا فیلوپودیا. اما تروفوزوئید انتام با هیستولیتیکا یک هسته داره با کاریوزوم مرکزی. ببینید تروفوزوئید یک هسته با کاریوزوم مرکزی هستش. این یکی از خصوصیات شکلی و مرفولوژیش هستش. اما میزان اندازه این هسته که خدمتون گفتم تو شکلم کاملا روشن هستش و میبینید، اگر تروفوزوئیدش تازه تقسیم باشه این اندازه هسته کوچیک‌تره، ولی در تروفوزوئیدهایی که در واقع رشد کردن و پیرتر هستن این هسته بزرگتر هستش. اما محل قرار گرفتن این تروفوزوئید انتام و با هیستولیتیکا می‌خوام ببینیم کجا هست. گفتیم فرم بیماریزای این تکیاخته فرم تروفوزوئیدشه. در روده بزرگ یا همون کولون، در دیواره و مجرای کولون دیده میشه. اما در کدوم قسمت روده بزرگ؟ در قسمت خم سیگموئید و نواحی سکوم. خم سیگموئید تقریبا نزدیک به انتهای روده بزرگ میشه و نواحی سکوم هم ابتدای روده بزرگ میشه، یعنی در واقع بعد از آپاندیس ما سکوم رو داریم. اما تقسیم این تکیاخته به شکل دوتایی هست که در واقع مثل باکتری عمل میکنه. باکتری ها هم همونطور که میدونید به شکل دوتایی تقسیم میشه. سیتوپلاسم این تکیاخته واکوئول گلیکوژنی درش وجود داره به عنوان در واقع ذخیره غذایی و اجسام کروماتویدال بادی، اینها هم در حالت کیست دیده میشه.
کیست معمولا موقعی تشکیل میشه که شرایط بسیار سخته در محیط و اصطلاحا فرم مقاوم و انتقالی آمیب رو بهش میگن. فرم انتقالی چرا بهش میگن؟ چون خیلی از افراد هستند که این بیماری رو دارن ولی علائمی ندارن و فقط کیست رو انتقال میدن و فقط ناقل هستن. در این حالت فقط کیست قابل انتقاله، در اون شخص علائم بالینی وجود نداره. در گذشته تروفوزوئید رو به دو دسته تقسیم می‌کردن، یکی فرم مگنا یا فرم بزرگشه که این فرم پاتوژن هست یا بیماریزاست و قابلیت بلع RBC رو داره که به همین دلیل چون قابلیت بلع RBC رو داره بهش میگن هماتوفاژ یا در واقع RBC خار بهش میگن. شما در زیر میکروسکوپ RBC رو مشاهده کردید، درون تروفوزوئید بود، مطمئن باشید انتحان با هیستولیتیکا هستش با توجه به علائمی که اون شخص داره. اما فرم دیگه‌ای که وجود داره فرم مینوتا هست یا هم فرم کوچک که غیر بیماریزاست که بیشتر در انتقال بین افراد میتونه نقش داشته باشه. اما مواد گلیکوژنی و اجسام کروماتویدال بادی که خدمتون گفتیم، اینها بر اساس تحقیقات دیده شده که مواد غذایی ذخیره شده در کیست نارس رو تشکیل میدن که در مدت زمانی که کیست نارس داره به رسیده تبدیل میشه، میاد در واقع اون تکیاخته از این مواد غذایی ذخیره استفاده میکنه و مورد تغذیه قرار میده. پس میتونن اینها به عنوان مواد غذایی ذخیره شده در کیست نارس مصرف بشن در موقعی که کیست نارس به رسیده در حال تبدیل شدن هستش. این کروماتویدال بادی هایی که خدمتون گفتیم شکلشون میله‌ای هستش و در دو سر به حالت گرد و برجسته هست و در کیست نارس تو هیستولیتیکا دیده میشه و یک جنبه تشخیصی در آزمایشگاه داره. یعنی اینو دیدید میتونید حد بزنید که بله این انتحان با هیستولیتیکا میتونه باشه. جنس در واقع این کروماتویدال بادی ترکیب اصلیش از ریبونوکلئیک اسید هستش. اما کیست هم که گفتیم در شرایط سخت و مشکل در محیط، در شرایط سرما و برودت کیست ایجاد میشه و باعث مقاومت و پایداری بیشتر میشه. سرما و برودت میتونه یه شرایط سختی باشه برای انتامو با هیستولیتیکا. بلافاصله تغییر شکل میده و حالت کیست رو پیدا میکنه. و وقتی حالت کیست رو پیدا کرد میتونه مقاومت و پایداری داشته باشه. میتونه زنده بمونه. پس یک جور مکانیزم اصطلاحاً دفاعی میتونه باشه که میتونه خودش رو حفظ کنه در برابر شرایط سخت. انتامو با هیستولیتیکا در شرایط بی‌هوازی، شرایطی که هوایی وجود نداره و یا فشار اکسیژن کم هستش، خیلی خوب رشد میکنه. همونطور که میدونید در روده بزرگ انسان اونجا شرایط بی‌هوازی هستش و به همین دلیل در اونجا انتحان با هیستولیتیکا سازش پیدا کرده و میتونه در شرایطی که فشار اکسیژن کم هست یا شرایط بی‌هوازی هست خوب رشد کنه. اما این تکیاخته میتونه قندهایی مثل دکستروز رو تجزیه کنه و به عنوان مواد غذایی ازش استفاده بکنه و بتونه انرژی کسب کنه. بر اساس تحقیقات دیدن که خب اگر دکستروز قندی باشه که میتونه مصرف کنه این تکیاخته، پس نتیجتاً باید آنزیم‌هایی داشته باشه که این آنزیم‌ها هضم کننده در واقع اون قند. پس فهمیدن که آنزیم‌های هضم کننده مواد قندی رو مثل دکستروز این تکیاخته داره. اما خب فقط این آنزیم‌ها رو نداره. یه سری آنزیم‌های دیگه هم غیر از اون آنزیم‌های قندی، آنزیم‌های هضم کننده قندی هم داره که آنزیم پروتولایتیک هست. آنزیم پروتولایتیک هم میتونه باعث هضم بافت‌ها بشه، هضم نسوج بشه که میاد در واقع پروتئین‌ها رو هضم می‌کنه. در شکل پایین این فرم تروفوزوئید رو نشون میده. همونطور که می‌بینید این سودوپود هست، این پای کاذبه که ایجاد شده. این همون RBC هستش که می‌بینید در داخل تروفوزوئید محبوس شده که در واقع اینو بهش میگن چی؟ هماتوفاژ. این هسته با کاریوزوم مرکزی هستش. فرم کیست رو نشون میده، در فرم همون حالت غیر فعال که در شرایط سخت ایجاد میشه. فرم تروفوزوئید رو همونطوری گفتیم فرم فعال، تکثیر شونده و بیماریزاش هست. فرم کیست همونطوری که می‌بینید 4 تا هسته با کاریوزوم مرکزی داره. بعد اگر ما بیایم این هسته رو از این خارج کنیم و میکروسکوپی تر مورد بررسی قرار بدیم، این کاریوزومش مرکزیه، اندوزوم، و این کروماتین هاش حالت محیطی داره. ببینید
به شکل یک نواخت بر روی دیواره غشای هسته قرار گرفته. اما در رابطه با طبقه بندی این تک یاخته بخوام خدمتتون بگم به این شکل است که در کینگدوم یا سلسله پروتیستا قرار میگیره، در ساب کینگدوم یا زیر سلسله پروتوزوا، در فیلوم یا شاخه سارکوماستیگوفورا، در ساب فیلوم یا زیر شاخه سارکودینا، در کلاس یا رده لوبوزا، در اوردر یا راسته آموبیدا و نهایتا در خانواده اندوموبیده قرار گرفته. اما از لحاظ چرخه زندگی و تکثیر خدمتتون عرض کنم، در ابتدا شخص که میخواد آلوده بشه به این شکل آلوده میشه که از راه آب یا غذای آلوده که آلوده به کیست این انگل هستش وارد سیستم گوارشی اون شخص مورد نظر میشه. این کیست به همین حالت کیستی خودش ادامه میده، از دهان، مری و معده عبور میکنه، همچنان حالت کیستی خودش رو حفظ میکنه و وقتی که از معده عبور میکنه به روده کوچک میرسه، در اینجا آنزیم ها و شیره گوارشی روش تأثیر میذاره و از حالت کیستی خارج میشه، یا در اصطلاح بهش میگن اکسیستمنت، از این حالت خارج میشه و تبدیل به حالت تروفوزوایت میشه. حالا این تروفوزوایت میتونه یکی از این دوتا مسیر رو طی کنه. اگر حالت بیماریزا بشه و علائم در واقع از خودش نشون بده، هم فرم تروفوزوایت باقی میمونه و میتونه بیماری های روده‌ای رو به وجود بیاره و حتی خارج روده‌ای یا اکسترا اینتستینال اینویژن رو ایجاد بکنه، حمله کنه به خارج از روده، وارد خون بشه، به کبد اثر میذاره، به ریه اثر میذاره و به مغز هم میتونه اثر بذاره در موارد نادر که جلوتر خدمتتون توضیح خواهم داد. اما مسیر دیگه‌ای که میتونه انتخاب کنه و حرکت کنه اینه که از حالت تروفوزوایت تبدیل بشه دوباره به حالت کیست، که در واقع این حالت انسیستمنت بهش میگن، دوباره تبدیل به حالت کیست میشه و بعد توسط مدفوع دفع میشه و میتونه این کیست اگر شخص دیگه ای آبی یا غذایی که آلوده به این کیست باشه مصرف کنه به راحتی آلوده بشه. اما از لحاظ بیماریزایی این آمیب در انسان به دو حالت یا به دو شکل دیده میشه، یکی فرم روده‌ای، یکی فرم خارج روده‌ای. همین که در شکل پایین می‌بینید این فرم روده‌ای هستش که یک حالت زخمای به شکل فلاسک شکل یا آتش فشانی یا قمقمه شکل بهش میگن ایجاد می‌کنه که بسیار خطرناک و دردآور هست برای اون شخص بیمار. اما در فرم روده‌ای آمیب به پوشش روده حمله می‌کنه، در اونجا هم همونطور که در شکل قبلی دیدیم ایجاد زخم فلاسکی شکل یا قمقمه شکل میکنه که شبیه کوه آتش فشان بود. اما این بیماری اگر گسترش پیدا بکنه میتونه مویرگ ها رو درگیر کنه و وقتی مویرگ ها رو درگیر کرد در اون ناحیه خونریزی به وجود میاد و این آمیب همونطور که قبلا گفتیم حالت هماتوفاژ داشت، میتونه RBC ها رو بخوره و مصرف کنه و بتونه ازشون انرژی کسب کنه. اما علائم بیماری در فرم روده‌ای رو بخوام خدمتتون عرض کنم به این شکل است که دلپیچه که در اصطلاح بهش میگن تنسموس و تب خفیف به همراه اسهال مخاطی و همراه با خون دیده شده یا دیسانتری که این هم بسیار خطرناک و دردآور هست برای شخص بیمار. و اینکه چون گفتیم حالت اسهال میشه، این اختلال در آب و الکترولیت ها آب از دست میده و اصطلاحا دهیدراتاسیون اتفاق میفته. در اینجا ما کرامپ شکمی رو داریم که همون گرفتگی شدید شکمی هست، نفخ هست، تهوع، انسداد روده، ضایعات مخاط روده، وجود گلوبول های سفید در مدفوع باز میتونه یک روش تشخیصی باشه، در تشخیص زیر میکروسکوپی ما این رو میتونیم ملاحظه کنیم و در نهایت اگر کار بسیار شدت پیدا بکنه میتونه شوک و حالت اغما رو داشته باشه. اما عوارض بیماری چیا هستن؟ یکی از عوارضهای بیماری آپاندیسیت هستش. حالا چرا آپاندیسیت در اینجا اتفاق میفته؟ همینطور که در ابتدای اسلاید خدمتون گفتیم که این تروفوزوایت ها در یکی ابتدای روده بزرگ بود که ناحیه سکوم و یکی هم انتها که اون خم سیگموید بود. در ناحیه ابتدای روده بزرگ اما سکوم بالاتر از آپاندیس قرار داره. وقتی سکوم اونجا التهاب اتفاق بیفته، نتیجتاً شدت التهاب زیادی که اتفاق میفته میتونه تأثیر داشته باشه روی
اون آپاندیس و در نهایت منجر بشه به آپاندیسیت. عوارض دیگه‌ای که میتونه داشته باشه حالت آمبوما هستش که در واقع اون اسکار به جا مانده از زخم روده است. ظاهرش شبیه پولیپ روده است که این میتونه با سرطان کولون اشتباه گرفته بشه. اما کشنده ترین شکل آمبیوزیس روده ای حالت پریتونیت هستش یا همون التهاب پریتوئن یا سفاق که این فرم خطرناک ترین حالتش میتونه باشه و فرم کشنده ترین. تو آمبیوزیس روده ای بیشترین عوارض در قسمت سکوم و خم سیگموئید دیده میشه. چرا؟ چون تروفوزوایت ها اینجا بیشتر قرار میگیرن. به همین دلیل بیشترین عوارض رو ما در اینجا داریم. در آمبیوزیس روده ای عمل تخریب بافتی با تخریب نوتروفیل ها باعث آزاد شدن در واقع یه سری مواد سمی یا اصطلاحاً مواد سایتوتوکسیک میشه. این مواد سایتوتوکسیکی که در واقع در اثر تخریب ایجاد شده میتونه در تخریب بیشتر اون بافت روده‌ای و یا بافت‌های دیگه بشه. حالا در اینجا ما آمبیوز روده‌ای رو میگیم. بافت‌های روده بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. اما با پیشرفت ضایعاتی که در بافت روده اتفاق میفته، اگر خیلی پیشرفت بکنه بیماری میتونه در واقع از راه سیستم باب وارد جریان خون بشه و اولین عضوی که درگیر میکنه کبد هستش. که الان فرم خارج روده‌ای رو خدمتتون عرض خواهم کرد. در فرم غیر روده‌ای یا خارج روده‌ای اگر بیماری شدت پیدا بکنه در اون ناحیه روده میتونه سوراخ ایجاد بکنه و میتونه وارد جریان خون بشه و این تکیاخته خودش رو وارد احشا میکنه و در نتیجه در اونجا ایجاد آبسه. این ایجاد آبسه که میکنه میتونه التهاب شدید در اون ناحیه ایجاد کنه. اما 70% موارد آبسه هایی که خدمتون گفتم آبسه ها در کبد هست. یعنی در واقع شایع ترین آبسه ها یا موارد خارج روده ای آبسه هایی که اتفاق میفته در کبد اتفاق میفته که 85% این آبسه ها در کبد در لوب راست کبد اتفاق افتاده. این آبسه های کبدی علائمی داره و علائمش از همه مهمتر درد هست در ناحیه راست شکم، بعدش تب، اختلالات در آنزیم های کبدی دیده شده، هپاتومگالی یا همون بزرگ شدن کبد، ضعف و لاغری رو به همراه داره. اما همین آبسه های کبدی خودش میتونه منشأی باشه برای درگیر شدن بافتای دیگه مثل ریه. از ناحیه‌ای که دیافراگم وجود داره اون قسمت رو از بین میبره تکیاخته و از اونجا خودش رو به ریه میرسونه. این حالت آبسه های ریوی در 20% موارد اتفاق میفته و مواردی هستش که دیگه بیماری واقعا شدتش افزایش پیدا کرده. در این حالت ما ریه هم میتونیم ببینیم که درگیر شده. اما آبسه های ریوی در اثر پاره شدن میتونه منجر بشه به پنومونی آمیبی و در این افرادی که به این حالت مبتلا میشن در خلط این بیماران اگر آزمایشی انجام بدیم میتونیم در زیر میکروسکوپ اون شکل تروفوزوایت این تکیاخته رو مشاهده کنیم. اما آبسه های کبدی که 70% موارد آبسه ها رو در کبد ما میتونیم مشاهده بکنیم شایع ترین حالت آمیبیوزیس خارج روده ای هستش که این آبسه های کبدی در گروه سنی 20 تا 50 سال معمولا دیده شده و شایع تره و در مردان بیشتر از زنها هستش. اما بعد از کبد و ریه ما آمیبیوزیس مغزی رو داریم که بسیار نادر هستش، ولی خب اگر تکیاخته بتونه خودش رو به مغز اون شخص برسونه شدیدترین فرم بیماری هستش که در مدت یک هفته یا کمتر از اون باعث مرگ اون بیمار میشه که شدیدترین فرم این بیماری محسوب میشه. غیر از کبد و ریه و مغز ما آمیبیوزیس پوستی هم داریم. زخمای عمیقی با لبه های برجسته میتونه ایجاد بکنه که معمولا این زخم ها در اطراف مقعد دیده میشه. اما آمیبیوزیس دستگاه تناسلی هم ما داریم که بیشتر در مردان هستش که این زخم های وسیعی که ایجاد میکنه در آلت تناسلی مردان هست، در یا پنیس، و در زنان بیشتر در ناحیه واژنشون دیده میشه و این حالت یعنی آمیبیوزیس دستگاه تناسلی در افراد همجنسگرا بیشتر دیده شده. اما از لحاظ تشخیص بخوام خدمتون توضیح بدم، برای تشخیص تمام بیماری های عفونی در ابتدا نمونه گیری هست، حالا از اون بافت یا ترشحات
یا حالا مطبوع، ما میام نمونه گیری میکنیم. اما در اینجا که بحث معامل بیازیز هست، ما نمونه گیری رو از مدفوع میتونیم داشته باشیم و اون مدفوع رو اسمر تهیه بکنیم، رنگامیزی کنیم. حالا رنگامیزی های مختلفی داره، یکی از اونها تریکروم هستش و دیگری هماتوکسیدین آهن هست که رنگامیزی میکنن و استفاده میکنن، که اگر ما مستقیم بخوایم اون انگل رو ببینیم، نمونه گیری از مدفوع رو انجام میدیم. اما روش دیگه، روش سرولوژی هستش. ما سه تا روش برای این مد نظر قرار دادیم: الایزا، روش IFA یا ایمونوفلورسنس غیر مستقیم، روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم هستش، که حالا جلوتر من بیشتر در مورد این توضیح خواهم داد. و در نهایت روش های مولکولی هست، روش PCR، روش LAM، که روش LAM خیلی روش دقیق هستش که جدیدن استفاده میشه در آزمایشگاه ها. که معمولا روش های مولکولی کمتر استفاده میشه در تشخیص آمیبیازیس، ولی برای تشخیص انتامو با هیستولیتیکا از انتامو با دیسپار میاد از روش مولکولی استفاده میکنه، چون این دو تک یاخته بسیار شبیه هم دیگه هستن و به همین دلیل روش مولکولی PCR و لمف استفاده میشه. در تشخیص آمیبیازیس روده‌ای ما دو روش داریم: آزمایش مستقیم مدفوع و سیگمویدوسکوپی از بافت آسیب دیده. روش اول از اسمش معلومه، ما نمونه مدفوع رو به طور مستقیم آزمایش میکنیم و انگل رو زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار میدیم. در اینجا ما یه رنگامیزی داریم که به وسیله این رنگامیزی ما نمونه انگل رو در زیر میکروسکوپ به وضوح میتونیم ببینیم. که رنگامیزی هایی که استفاده میشه رنگامیزی تریکروم هست و هماتوکسیلین آهن. فقط نکته ای که در اینجا هست اینه که اگر نمونه بیمار به آزمایشگاه آورده میشه، باید توجه داشته باشیم که بلافاصله باید این مورد آزمایش قرار بگیره، چون که ممکنه تروفوزوایت در داخلش باشه و تروفوزوایت هم به سرعت از بین میره و در تشخیص ما اختلال ایجاد میکنه. اما روش دوم، روش سیگمویدوسکوپی از بافت آسیب دیده هستش، که همونطور که از اسمش معلومه از ناحیه سیگموئید نمونه میگیریم از بافت، وجود تروفوزوایت در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار میگیره. اما تشخیص افتراقی بین انتامو با هیستولیتیک ها از انتامو با دیسپار با یک سری روش های آزمایشگاهی انجام میشه. همونطور که میدونید این دوتا انتامو با ها بسیار شبیه همدیگه هستن و تشخیصشون مشکل هست در آزمایشگاه، و به همین دلیل معمولا گزارشی که در آزمایشگاه داده میشه به پزشک به این شکل هستش که می‌نویسن انتامو با هیستولیتیکا یه اسلش می‌زنن و در مقابلش انتامو با دیسپار رو می‌نویسن، که خود پزشک بر اساس علائمی که از بیمار می‌بینه می‌تونه تشخیص بده که این هیستولیتیکاس یا دیسپاره. اما اگر آزمایش‌های خیلی تخصصی برای تشخیص بین این دو انگل داده بشه، به این شکل هستش که این سه روش رو استفاده میکنن و مورد آزمایش قرار میدن. ببینید انتامو با هیستولیتیکا هم که گفتیم بیماریزاست، اما انتامو با دیسپار علائم شخص نداره و بیماریزا نیست در واقع، اما از لحاظ شکلی میتونه در تشخیص ما اشکال ایجاد کنه. به همین دلیل ما از سه روش برای افتراق بین این دو انگل استفاده میکنیم. روش اول روش آنزیمی هستش، که در این روش آنزیمی میایم مثل ایزو آنزیم که بر اساس الگوی ایزو آنزیمی متفاوت بین این دوتا گونه میتونیم افتراق بدیم این دوتا انگل. روش های مولکولی هست، که این روش های مولکولی مثل روش PCR، مثل روش لمف میشه بر اساس توالی نوکلئوتید دی ان ای میان در واقع تشخیص میدن. اما روش آخر آنتیبادی های مونوکلونال هستش، که این آنتیبادی های مونوکلونال این از روش های جدیدی هست که افتراق ایجاد میکنه در بین انتامو با هیستولیتیکا و انتامو با دیسپار. در این روش جدید میان از آنتیبادی های مونوکلونال علیه آنتیژن های خاصی که میتونیم بگیم فقط در انتامو با هیستولیتیکا یا در انتامو با دیسپار وجود داره استفاده میکنن. اما در رابطه با تشخیص آمیبیازیز خارج روده‌ای، در خارج روده‌ای روش اصلیمون روش سرولوژی هستش، که این روش های سرولوژی سه تا هستن، که روش معمولش IFA هست، که همون روش ایمونوفلورسنس غیر مستقیم هستش که این روش معموله، و دو تا روش دیگه هم داریم، روش الایزا و روش IHA یا همون هماگلوتیناسیون غیر مستقیمه،
که این روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم روشی هستش که در مطالعات سرو اپیدمیولوژی ازش استفاده میشه. مثلا میخوام ببینن توی جمعیت سالها قبل شاید اون شخص مبتلا شده به این بیماری و آنتیبادی در بدنش وجود داره. میخوان اینو چک بکنن ببینن چه درصدی از افراد قبلا مبتلا شدن، که در واقع های مطالعات سرو اپیدمیولوژی هستش که برای اینجور تحقیقات بیشتر این روش استفاده میشه. روش الایزو هم یک روش تشخیصی بسیار دقیقی هستش که برای کارهای تحقیقاتی بیشتر استفاده میشه. اما من در اینجا دو تا شکل آوردم خدمتون که نشون بده تقریبا روشی که این سرولوژی انجام میشه، اساس این روش ها رو من خدمتتون توضیح بدم. در اینجا در این ول یا اون چاهک خودمون آنتیژن اون انتاموبا هیستولیتیکا رو کد کردیم. حال به دنبال آنتیبادی هستیم که در بدن اون شخص علیه این تکیاخته وجود داره. نمونه یه سروم شخص رو میریزیم تو این چاهکامون. بعد اگر اون شخص قبلا مبتلا شده باشه به انتاموبا هیستولیتیکا، در این حالت میتونیم در اینجا آنتیبادی رو داشته باشیم و آنتیبادی متصل میشه به این آنتیژن تکیاخته. ما اینجا یه شستشو انجام میدیم و بعد یک روشی هست که ما حالا باید بیام این آنتیبادی که در بدن اون شخص وجود داشته بتونیم چک کنیم. یک آنتیبادی که ضد این آنتیبادی، یعنی به این آنتیبادی متصل میشه، این آنتیبادی دومی در واقع لیبل شده با یه آنزیمی که وقتی این اتصال برقرار میشه و سوبسترا رو ما بعداً بهش اضافه میکنیم باعث تغییر رنگ میشه و بلافاصله ما میتونیم تشخیص بدیم که بله آنتیبادی در خون اون شخص وجود داشته که متصل شده با آنتیژن و آنتیبادی ضد اون آنتیبادی اصلی به اون اتصال برقرار شده که باعث تغییر رنگ شده و ما میتونیم اینو تشخیص بدیم. در واقع این روش روش الایزا هستش که از آنزیم استفاده میشه، اما روش ایمونوفلورسنس غیر مستقیم هم تقریبا یه همچین اساسی رو داره، اما به جای آنزیم از مواد فلورسنتدار استفاده میکنه و باعث تشخیص میشه. اما روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم به این شکل هستش که اطراف این RBC رو با آنتیژن های این انگل میپوشونن و کد میکنن این آنتیژن ها رو. اگر اون شخص این آنتیبادی های ضد این آنتیژن تکیاخته رو داشته باشد، این اتصال برقرار میشه و RBC ها کنار هم دیگه جمع میشن، اصطلاحا هماگلوتینه میشه و ما میتونیم تشخیص بدیم که اون شخص این آنتیبادی ها رو توی خونش داشته. اما روش دیگه برای تشخیص آمیبیازیس خارجی روده این روش سونوگرافی هست. سونوگرافی برای بررسی پیشرفت روند درمان معمولا استفاده میشه و میتونیم بگیم که این آبسه در واقع آبسه ای هستش که آیا پیشرفت کرده یا نه. اینها رو با سونوگرافی میتونیم تشخیص بدیم. اما در رابطه با درمان این تکیافته خدمتون عرض کنم، داروهای مؤثر بر آمیبیازیس روده ای در افرادی که بدون علامت هستن یا همون ناقل هستن، افرادی که فقط کیست دفع میکنن، برای این افراد ما دارویی داریم به نام فورامی یا دیلوکسانید فلوات هستش که استفاده میشه. اما داروی دیگه که در فاز روده‌ای معمولا مورد استفاده قرار میگیره دیودو هیدروکسیکین و همچنین یودوکینول هستش که این دوتا دارو میتونن دو فرم، یعنی هم کیست و هم تروفوزوایت رو نابود کنن. اما داروهایی که بر آمیبیازه خارج روده ای اثر میذارن داروی امتین و مشتقات اون هست، مثل امتین هیدروکلوراید که البته این دارو عوارض قلبی و تنگی نفس رو به همراه داره. اما این امتین از لحاظ مکانیزم عملش بخوایم خدمتون عرض کنم، این که از سنتز پروتئین ها در انگل جلوگیری میکنه و باز میشه اون انگل از بین بره. اما داروی دیگه هم استفاده میکنه از آمیبیاز خارجی روده ای به نام داروی کلوروکین، که این دارو معمولا برای درمان مالاریا هستش، یا در واقع داروی ضد مالاریا است که استفاده میشه، ولی خب در این هم دیدن مورد استفاده هستش و جواب میده. اما دارویی که به هر دو فرم آمیبیازیس، یعنی هم آمیبیازیس داخل روده ای هم آمیبیازیس خارج روده ای اثر میکنه، مترونیدازول و مشتقات ایمیدازول هستش که به هر دو فرم اثر میکنه. اینم خب عوارض داره، عوارضش هم سرطان‌زا بودنش هست. و در نهایت در رابطه با پیشگیری از این تکیاخته و این بیماری که ایجاد میکنه، ما چیکار کنیم که مبتلا نشیم و جلوش گرفته بشه؟
یکی از اون روش ها بهداشت محیط زیست هستش. شخص به پیکنیک میره و در اونجا بهداشت فردی خودش رو رعایت نمیکنه. اگر شخصی مبتلا باشه به این آمیب و یا به این تکیاخته و آب اون رودخونه که مثلا در اون پیکنیکی که رفته آلوده بکنه، میتونه باعث آلودگی اون آب بشه و اون آب رو هر که مصرف بکنه و یا در تماس باشه میتونه آلوده بشه و بهداشت بسیار بسیار مطرح بسیار مهمی هستش. در مرحله دوم پیشگیری سالم بودن مخازن آب هست و مواد غذایی. ببینید، شخصی هست که در یک رستورانی آشپز هست یا در یک فست فودی داره کار میکنه، اگر شخص آلوده باشه به این تکیاخته میتونه در واقع آلودگی رو از اون طریق انتقال بده به افراد سالم و اون افراد سالم هم آلوده بکنه. پس ما از طریق مخازن آب و مواد غذایی هم باید مطمئن باشیم که سالم هستش و جلوگیری بشه از انتقال بیماری. اما یک نکته بسیار مهم دیگه ای که در پیشگیری حائز اهمیت هست این هستش که در افرادی که فقط کیست دفع می کنند، افرادی که در اصل ناقل هستند، هیچ علائمی ندارن، این افراد در واقع مثل یک بمب ساعتی عمل میکنن و میتونن باعث آلودگی افراد سالم بشن و اونها رو هم آلوده بکنن. در نتیجه این افراد باید ما کشف کنیم با آزمایشاتی که ازشون میگیریم و بیایم اونها رو درمان کنیم که در واقع اون زنجیره انتقال شکسته بشه و بیماری انتقال پیدا نکنه. مطلب دیگه، آموزش بهداشت در سطح بسیار گسترده. میایم آموزش میدیم، مثلا از مدارس شروع میکنیم یا از جاهای دیگه در دانشگاه ها، در مراکز بهداشتی و تو محله ها، و اینجا جاهایی هستش که میتونیم ما بهداشت رو آموزش بدیم تا افرادی که اطلاع ندارن در رابطه با انتقال این بیماری و علائم بیماری اطلاعاتشون بیشتر بشه و هرچی که سواد اون شخص بیشتر باشه، اون محلهی که دارن زندگی میکنن یا اون جامعهی که ممکنه مبتلا بشن در آینده به این بیماری، هرچقدر اطلاعات بیشتر باشه میتونه در واقع پیشگیری بشه از انتقال بیماری. و در نهایت عدم استفاده از کود انسانی هست. از مدفوع انسان خیلی جاها میبینید که استفاده میشه به عنوان کود. در این حالت بسیار غلط، اشتباه هست، چون ممکنه اون مدفوع انسان آلوده باشه، ممکنه به کیست مثلا همین تکیاخته و بسیاری از عفونت‌های دیگه آلوده باشه و اون محصولات کشاورزی که حالا در اونجا کشت میشه هم آلوده میشه. درس دوم رو با هم آغاز میکنیم. در رابطه با یک نوع از آمیب‌های بسیار مهم دیگه‌ای صحبت خواهیم کرد که بسیار بیماریزا هست، به نام نگلریا فاولری. اما مطالبی که در این بخش ما صحبت خواهیم کرد در رابطه با مورفولوژی و فیزیولوژی تکیاخته است: طبقه بندی، چرخه زندگی و تکثیر، بیماریزایی، اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان و در نهایت در رابطه با پیشگیری از این بیماری صحبت خواهیم کرد. در ابتدا ما صحبت خواهیم کرد در رابطه با مورفولوژی و فیزیولوژی تکیاخته. نگلریا فاولری یک نوع آمیب آزادزی محسوب میشه و این آمیب آزادزی همینطور که در اسمش پیداست به صورت آزاد زندگی میکنه و میتونه گاهی همزیست با انسان بشه و گاهی هم میتونه بسیار مضر باشه برای انسان و باعث کشته شدن انسانهای بسیاری هم بشه. آمیبهای آزادزی مثل همین نگلریا فاولری، اینها در واقع گروه بزرگی از تکیاخته ها رو تشکیل میدن که در آبهای شور و آبهای شیرین یافت میشن، در خاک مرطوب و گیاهانی که در حال فساد هستن و در مدفوع اینها رو میتونیم پیدا بکنیم. نگلریا هم مانند آکانتوموبا، آکانتوموبا هم در واقع مثل نگلریا یک آمیب آزادزی هست. این نگلریا مثل این تکیاخته آکانتوموبا، اینها قادر هستند که دو نوع زندگی داشته باشند. بتونن هم در بدن میزبان زندگی کنن که حالت اندوزوئیک بهش میگن و هم میتونن زندگی آزاد داشته باشن یا اگزوزوئیک، یعنی خارج از بدن، که در این حالت یک اصطلاحی برای اینها قرار دادن به نام آمفیزوئیک، یعنی دو نوع زندگی رو میتونن داشته باشن. اما این ارگانیزم همین نگلریا فاولری قبلا اسمایی داشته به نام نگلریا آروبیا هم بهش میگفتن و نگلریا اینودنس، اسمای دیگه‌ای که برایش گذاشته بودن. اما نام دیگه نگلریا آمیبو فلاجلیت هستش. حالا چرا بهش میگن آمیبو فلاجلیت؟ چون به دو شکل آمیبی و فلاجلدار دیده میشه، به همین دلیل این اسم رو برایش قرار دادن.
در نگلریا فاولری دو نوع تروفوزوایت دیده میشه. یکی تروفوزوایت آمیبوئیدی هستش که بیشترین فرم که دیده میشه به این شکل فرم تکثیر شوندش هستش و فرمیه که به اصطلاح میگن فرم رشدی انگل که مرتب تکثیر میشه و میتونه از باکتری ها و ترکیبات عالی که در محیط هست تغذیه بکنه. برای کاملا فعال هست این فرم. بعد یک فرم دیگه تروفوزوایت تاجکدار داشت میگن که این کمتر دیده میشه که حاوی دو تا تاجک هست. در اینجا دو تا تاجک رو ما میبینیم، این فرم تاجکدارش. اما در حالت تاجکدار فرمی که تکثیر نمیشه، اون فرم فعال مثل آمیبویدی نیست، فرمی که تکثیر نداریم در اینجا. ولی وقتی که میخواد تکثیر بشه به حالت آمیبی در میاد و میتونه به صورت دوتایی تقسیم بکنه، مثل باکتری تقسیم بشه به شکل دوتایی. در فرم آمیبی که در تکیاخته نگلریا فاولری اتفاق میفته، سیتوپلاسم گرانولاست، دانه داره و حاوی در واقع یک هسته حبابی شکلیه که یک کاریوزوم بزرگ مرکزی رو ما میتونیم در اون ببینیم. این کاریوزوم بزرگ مرکزی هست. در فرم آمیبی میتوکندری حالت فنجانی شکل داره و واکوئول انقباضی در اندوپلاسمش وجود داره. واکوئول انقباضی هم تو که میدونید وظیفه ای داره، وظیفه‌ش هم اینه که اون میزان آب اضافی رو از داخل سلول خارج میکنه. فرم آمیبی نگلریا فاولری حرکت حلزونی شکل داره که میتونه ایجاد پای کاذب بکنه. این خودش میتونه یک روشی باشه برای تشخیص این تکیاخته از سایر تکیاخته ها. هم توی گفتیم انتاموباهیستولیتیکا یک حرکت جهتدار داشت، اون پای کاذبی که ایجاد میشد حالت جهتدار بود و حرکتش که میشد یک جنبه تشخیصی برای ما باشه. در اینجا هم حرکت حالت حلزونی داره و اینو باید ما دقت داشته باشیم. فرم تروفوزوایتی اگر در آب یا مایعات قرار بگیره به شکل لیمویی در میاد و دو تا تاجک ازش خارج میشه. معمولا مرحله تاجکدار شدن در حرارت 37 درجه این اتفاق میفته و بعد از 4 تا 5 ساعت و در دمای 37 درجه میبینیم که این مرحله تاجکدار شدن معمولا اتفاق میفته. از لحاظ کیستی بخوایم صحبت بکنیم، این تکیاخته دارای کیست تک هسته‌ای با کاریوزوم مرکزیه. این هم مثل بقیه تکیاخته‌ها که کیست دارن در شرایط نامساعد، در شرایط سخت ایجاد میشه و میتونه با آب و باد و غبار به راحتی منتقل بشه. کیست این تکیاخته دیوارش بسیار ضخیمه و تقریبا 1 میکرومتر هست و میتونه در برابر شرایط نامساعد مقاوم باشه و کیست این گونه برخلاف کیست جنس آکانتوموبا که آکانتوموبا رو در جلسه بعد صحبت میکنیم به طور مفصل، اما این کیست نگلریا رو مقایسه کنیم با آکانتوموبا، این کیست برخلاف کیست جنس آکانتوموبا در بافتای انسان مشاهده نمیشه. یعنی تو بافت انسان ما در حالت در نگلریا فاولری تروفوزوایت ها رو داریم، کیستی ما نمیبینیم، اما توی آکانتوموبا وقتی وارد بافت انسان میشه هم فرم کیستیش هست و هم فرم تروفوزوایتی. اما در رابطه با طبقه بندی این آمیب صحبت کنم به این شکل است: در فیلوم یا شاخه پرکولوزوا قرار گرفته، در کلاس یا رده هترولوگوزوا، در اوردر یا راسته شیزوپرینیدا، در خانواده یا فامیلی والکامفیده قرار گرفته. جنسی که در اینجا هست نگلریا هست و گونه فاولری، نگلریا فاولری. همچنین دوستان یه نکته من بگم که وقتی جنس و گونه رو بیان می‌کنیم ما اینو بعد حالت ایتالیک همیشه بنویسیم، این یادتون باشه. اما در رابطه با چرخه زندگی و تکثیر این آمیب بخوام براتون صحبت بکنم، قبل از اینکه چرخه رو بگم خدمتتون یه سری نکات رو خدمتتون خواهم گفت. محل زندگی نگلریا آب‌های شیرین و گرمه که قبلا هم بهش اشاره کردیم. نگلریا در واقع یه جور ترموفیله، یه جور گرما دوسته و درجه حرارت های 40 تا 45 درجه رو به راحتی میتونه تحمل بکنه و توی این حرارت رشد بکنه، تکثیر بکنه و بتونه به فعالیت خودش ادامه بده. فرم انتقالی در واقع این تکیاخته تاجکدار هست که از راه بینی موقعی که شخصی داره شیرجه میزنه در آب یا در آب داره شنا میکنه، زیر آبی میره، تو این حالت یا مثلا داره صورتشو میشوره و اون آب رو از راه بینی بالا میکشه،
در اون حالت انتقال پیدا میکنه و از استخوان غربالی میتونه عبور بکنه و خودش رو به مغز برسونه. تو این حالت خیلی شبیه آکانتوموباست. آکانتوموبا هم به این طریق هستش ورودش.